میشه بیام بریم ماشین ما رو با هم بریم ببینیم اینا. گفت نه هوا داره تاریک میشه اونجا امنیت نیست. گفتم پس ما خودمون میریم. با یکی دو تا از رفقای دیگه که اونجا بودن رفتیم تو اون محله و هوا داشت تاریک میشد و حالا ما یه جوری تعریف کرده بودن، من منتظر بودم مثل تگزاس از گوشه‌های خیابون با ما تیراندازی کنن. فکر کردم واقعا یه خبریه، مثلا خبری نیست، مثلا آدمیزاد تو خیابون همه دارن راه میرن. حالا ممکنه هم مثلا نصفشون مسلح هم بودن. داشتیم خدا تو همین محله و همین وضعیت ما داشتیم هر شبت که چی میشد، هوا تاریک شد و این راننده گفت من دیگه صلاح نیست و بریم بیرون از اینجا. و گفت تو خیلی از ایالت هوا تاریک میشه شب صلاح نیست بیایم تو خیابون. گفتم که نه حالا برو، هر وقت دیدیم درگیری چیزی شد صدای تیری آمد در میریم. بعد رفتیم جلو، تو همون لحظه من صدای اذان شنیدم. گفتم آقا صدای اذان داره میاد. گفت نه آقا نمیشه. گفتم شده دیگه، شما پنجره بکش ببینید صدای اذانه. گفتیم بریم ببینیم کجاست. گشتیم تو کوچه ها و یه مسجدی دیدیم اونجا به نام مسجد مالکوم ایکس که میدونین از رهبران مسلمان سیاه امریکاست که اف بی آی ترورش کرد به خاطر اینکه یک جنبش سیاهان ضد نژادپرستی با مفاهیم اسلامی را انداخت اونجا، کشتنش. این دموکراسی و آزادی هم تا وقتی حق داری حرف بزنی که خطر ایجاد نشه، یعنی صدا تو کسی نشنفه. همینقدر احساس کردن شنونده داری، داری جریان درست میکنی، ترتیب تو میدن. رفتیم توی این مسجد، دیدیم که آدم مسلمان های بسیار شریف با اخلاق نجیب اونجا توی این محله. گفتم از ایران کسی اینجا اومده؟ گفت آخرین کسی که از ایران اومد اون رئیس جمهورتون بود که شهید شد، آقای رجایی رو میگفت. ایشون اومده بود برای سازمان ملل صحبت کنه، شبم اومد توی مسجد محله ما اومد اینجا نماز خوند. وقتی می‌خواست بره 500 دلار گذاشت زیر دوشک امام جماعت ما و رفت، و این 500 دلار مزش زیر دندون اینا بود، در حالی که خب ده‌ها هزار دلار کویت و سعودی اینا به این مسجد ها معمولا میدن وهابیا و اینا. بعد گفتش که بعد از انقلاب شما همین مسلمان های اونجا، گفتن بعضی که در ایران انقلاب شد، ما گفتیم ما چه کمکی میتونیم بکنیم به این انقلاب. دو سه تا محله هارلم رو که مسلمان ها بیشتر بودن، گفتیم ما اینجا خودمون یه حکومت اسلامی درست میکنیم. بعد میگفت که برنامه ریزی جوری کردیم که دزدی، آدم کشی، جنایت، تجاوز اینا آمارش تو این محله از هارلم که مسلمان ها بیشتر بودن آمارش بسیار آمد پایین. گوشت خوک و شراب ممنوع شد. گفتن قرق کردیم. بعد از یه مدتی دیدیم مسلمانای اصل کاری از ایران و افغانستان و کشورهای عربی اینا آمدن، اینا هم شراب میخورن، هم گوشت خوک میخورن، هم زنا میکنن، همه کار میکنن، همه چی حلاله. گفتیم خب اینا حتما از ما چیزی بیشتر سرشون میشه، نمیشه که اینا از اون طرف دارن میان، اینا به مرکز اسلام نزدیکترن. میگه دوباره گوشت و خوک و شراب و همه چیز دوباره رایج شد اینجا. ما گفتیم اینا یه عده که از ایران و کشورها رفتن اونجا. گفت اینا اومدن دوباره وضعیت شد وضعیت مثل الان دوباره. این ببینید، حالا نمیدونم به چه مناسبتی رو گفتم، فقط این می‌خواستم عرض کنم که وضعیتی که تحول بزرگی که انقلاب ایجاد کرده در دنیا و در جهان اسلام، شماها به چه ترتیب میتونید در این حوزه و رشته خاص ادامهش بدید. و ها بحث گفتمان غرب بود که اینا آقا و اربابن و بقیه بربهه به شما میگن شما در حال گذاریم. ما در حال گذار از چی به چی؟ ما در حال گذاریم از گذشته خودمون به آینده خودمان. این رو قبول داریم، اما آینده خودمون رو خودمون باید تعیین کنیم و بنویسیم و بر اساس اسلام و با عقل، شعور و علم و تجربه و تلاش. خیلی ممنون و متشکرم و عذر میخوام که طولانی شد.